شبه به یه جایی برسی یه شبه هم میای پایین ازش. چون سخته. آه. بالا پایین داره. باید خودتو نگه داری. دمایی میان جلوی تو که به قول تو سد راهت شن و نخوان بذارن که تو به هدفت برسی. میدونی که هیچی کامل نیست و باید متعهد باشی. سلام، در ادامه پادکستامون من امروز مهمون خیلی ارزنده دارم، یه آدم خیلی ویژه، چون یه صفت منحصر به فرد داره، سریع‌ترین آدم ایرانه و تا حالا آدمی با این سرعت توی کشورمون نداشتیم. حسن تفتیان دوست عزیزم که به تو معرفیش میکنم و با افتخار قراره امروز با هم گفتگو کنیم. امیر حسین عزیز، خیلی خوشحالم که امروز این گفتگو رو با هم داریم. می‌دونی که چقدر صمیمانه دوستت دارم و خوشحالم که دعوتم کردی به این پادکست های خفنت که میدونم کلی آدم های خفن هم قراره راجع به این موضوعات مختلف انگیزشی، اجتماعی و حالا علمی صحبت کنن. ممنونم که دعوتم کردی و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشی. من مطمئنم گفتگوی خیلی خوبی میشه. توی این گفتگو، توی این سری از صحبت ها، ما میخواییم به آدم ها یه چیزی رو نشون بدیم که تعریف دقیقی از موفقیت بر اساس توانمندی‌های خودشون و بر اساس چیزی که شبیه خودشونه، نه بر اساس چیزی که جامعه براشون مشخص کرده برسن و در نهایت حالشون حال بهتری بشه. حالا برای رسیدن به موفقیت آدم ها با یک مسیر خیلی طولانی روبروان. قراره که امروز به این مسئله خیلی بپردازیم و اینکه چطوری توی این مسیر طولانی خودتو نگه داری. میدونی چیه؟ وقتی که تو دونده دوی سرعت هستی، بیشتر از هر کسی زمان واسات معنی داره. بیشتر از هر کسی میدونی که چطوری باید این صدمه ثانیه رو ارتقا بدی. و این خیلی موضوع جذابیه که ما این موضوع رو با سریع‌ترین آدم ایران صحبت بکنیم و آدما بیان اینو به زندگیشون تعمیم بدن. تو وقتی که شروع کردی این کارو، من نمیدونم اصلا بهترین رکوردت چقدره؟ 10 ثانیه و 300 ثانیه. یعنی 100 متر توی چیزی یکم بیشتر از 10 ثانیه که یه عدد فوق‌العاده است و برای اینکه به این عدد برسی خیلی زحمت کشیدی، خیلی مسیر از 16-17 سال. 16-17 سال. خب الان یه اتفاق جالب میفته، یه حساب کتاب با هم بکنیم. تو 16-17 سال این عدد رو چقدر ارتقا دادی تا شد 10 ثانیه و 300 ثانیه؟ آره، این سوالیه که خیلی ازم میپرسن که اولین رکورد 100 متر چند ثانیه بود. من اولین بار 12 سالم بود که دقیقاً توی شهری که به دنیا اومدم، تربت ایدریه، 100 متر رو دویدم 13 ثانیه و 80 ثانیه. یعنی حالا ما اگه بگیریم 14 ثانیه هم، تقریبا من 4 ثانیه رکوردم رو کم کردم. اما خب قطعا خودت هم مطلع هستی که اون ثانیه های اول به سرعت کم میشه و من فکر کنم توی نزدیک به 3 یا 4 سال رکوردم و زیر 11 ثانیه آوردم. رکورد نوجوانان ایران رو زدم، رکورد جوانان ایران رو زدم، با اینکه سنم خیلی کمتر از اون حد نصاب سنیم بود. ولی دیگه وقتی اومد هلوش 10 ثانیه، از 10-80 10-70، همه اون 100 ثانیه ها امیر حسین یادمه که چطوری اومد پایین، چون دیگه همه اونا سالیان سال طول کشید. یعنی بخوایم ریسر نگاه کنیم، ببین من سال 2013 رکورد 10-10 رو دویدم و الان سال 2022 ایم، من هنوز 10-0-3 رکوردم و حداقل پیش خودم مطمئنم که تک تک روزا رو مصمم با اراده با 100% توانم تمرین کردم. ولی یعنی نه اینکه نیاد پایین، خیلی سخت میاد پایین. اینی که تک تک گامایی که این پیسته خیلی برای من خاطر انگیزه، یعنی من با تک تک این دونه های تارتان که اینقدر ریزه واقعا خاطره دارم. تک تک این دونه های تارتان برای من یاد اون روزهایی میفته که من توی پیست خاکی تربت تمرین کردم، توی کوها و بیابونای اطراف شهرمون تمرین کردم به خاطر نبود امکانات، یا حتی توی بهترین کمپ‌های دنیا اما واقعا با تمام توانم اون کارهایی که فقط مربوط به تمرینم بوده رو انجام دادم. از خیلی از خوشگذرونیام زدم، از خیلی از کنار خانواده بودنم، کنار دوستان بودنم، حتی از اینکه
تو کشور خودم باشم ماهای زیادی رو، دوری از وطن و غم غربت و سختی های تنها زندگی کردم توی کشور دیگه، همه اینا رو به جون خریدم تا بتونم این صدم های ثانیه رو که حالا شاید به زبون آوردن آسون باشه ولی خب انجامش بدم. و الان رکورددار ایرانم، همینطور که گفتی با افتخار و خیلی کیف میکنم، سریع ترین مرد ایرانم و این قطعا با زحمت به این جایگاه رسیدم. چون جدا از این که من یه ورزشکاری بودم که از شهرستان، خب از یه شهرستان کاملا بی امکانات رسیدم به بالاترین سطح ورزش دنیا که المپیکه، و واقعا رشته ما هم یه رشته هم کم طرفدار و مظلوم متاسفانه توی ایران. توی ایران، توی ایران مهمترین مسابقه المپیک، تو سریع ترین، تو تو رشته ای داری رقابت میکنی که قراره سریع ترین آدم دنیا مشخص باشه. توی دنیا که همه اطلاع دارن چه خبره، یعنی پربیننده ترین ورزش المپیک 200 متر، گرون ترین بلیط ها رو داره، بهترین اسپانسر ها رو داره. نه توی ایران منظورمه که ما چقدر باید این مسیر رو هی به نظر خودم می ساختم و تو شرکت می کردم. ببین من همیشه مثلا اینطوری مثال می زنم، ما توی ورزش مثل کشتی این راهه اتوبان سه‌بانده است، یعنی این کشتیگیرای ما میتونن با 120 حرکت کنن یا حتی با بیشتر از 120 کیلومتر در ساعت، ولی توی ورزشایی که ما هیچ سابقه ای نداریم، یعنی هیچ بک‌گراندی نداریم، علمش رو بعضن نداریم، تجربهش رو نداریم، ما باید این راهه رو یه متر بسازیم اول، بعد تازه تو شرکت کنیم. یه دنیای ناشناخته ایه و خب خوشحالم که یه بخش زیادی از این مسیر رو رفتم. امیدوارم که حالا جوانایی که بعداً خواهند اومد رکورد منو، قطعا رکوردها برای شکسته شدن دیگه، رکورد منو بهتر از اینها بزنن و برای کشورمون افتخار آفرینی کنن. ببین الان یه موضوع خیلی جذاب داریم، تو به عنوان یه ورزشکار برجسته که فوق‌العاده عمل کردی اون بکنه، ما می‌خوایم یه الگویی رو بررسی کنیم الان با هم دیگه که هر کس تو هر جایگاهی که هستش باید اینو در نظر بگیره. حالا تو اومدی تو شغل حرفه‌ایت که به عنوان ورزشکار حرفه‌ای بوده اینو پیاده سازی کردی و ما می‌خوایم بشینیم با هم دیگه یه سری تحقیق علمی رو بررسی بکنیم که نمودش تو زندگی تو کاملا مشخصه. اونم اینه که وقتی تو یه هدف خیلی بزرگ به خصوص داری، اصلا یه جایگاهی میخوای برسی، این خیلی مسیر طولانیه. اما خودت شرحش دادی، حالا آدمای مختلف با رویکردهای مختلف، با توانمندیهای مختلف، اهداف مختلفی دارن که میخوان بهش برسن، اون جایگاهی که براش دارن تلاش میکنن. این الگوه برای اونا هم کاربرد داره. ما میخوایم در مورد این قدمای کوچیک کوچیک صحبت بکنیم که آدمو میرسونه به اون مسیر انتهایی و یه سری چیزا باید این وسط اتفاق بیفته که تو تحریک بشی تا اونجا خودتو ادامه بدی و برسونی به اون نقطه‌ای که مد نظرته. این صدام ثانیه ها که کم میشد، این موفقیت های کوچیک کوچیک رو بیا در موردش صحبت بکنیم، این چقدر تو زندگی تاثیر داشت تا برسیم به یه تحقیق که ببینیم که رو تو چطوری عمل کرده و بریم بیشتر تعیمش بدیم این مقاله رو در وجود یه آدمی که اینو تو زندگیش پیاده سازی کرده به عنوان داستان زندگیش ببینیم چطوری اتفاق افتاده. خیلی از جوان‌ترا، البته من خودم جوانم هنوز، ولی کسایی که تازه میان ورزش مثلا ازم سوال میکنن و توی دنیای ورزش ما برد و باخت زیاد داریم، شاید اون اوایل که من خودم نوجوانان و جوانان بودم با یه برد خیلی خوشحال میشدم و با یه با خیلی ناراحت، اما غافل از این که تمام این برد و باخت ها سازنده یک مسیر به سمت یک هدف بزرگتر و بالاتری که حالا بخوایم خیلی بزرگش کنیم زندگیمونه و حالا بخوایم کوچیک‌تر در نظر بگیریم اون حرفه و شغلی که داریم که مثلا ما توی ورزش داریم مثالش میزنیم. همین من همیشه به اونا، به کسایی که ازم سوال میکنن اینطوری میگم، میگم ببین تک تک این اتفاقاتی که داره میفته مثل زنجیره ها، مثل قلابای یک زنجیر به هم وصله. یعنی تو فکر نکن اگه به طور مثال یک سال تمرین کردی اومدی توی مسابقه مثلا به اسم قهرمانی آسیا یا به قهرمانی جهان یا حتی المپیک که بالاترینشه شکست خوردی، فکر نکن نه تمام اون یک سال یا دو سال یا چهار سال یا تمام اون تمریناتی کردی بیهوده بوده. نه قطعا اونا سازنده یک مسیریه که تو اگه مثلا دوباره 4 سال آینده المپیک داری، تو نمیتونی 4 ساله به این مثلا اگه هدفت مداله به اون مداله برسی،
اون 4 ساله و این مسیری که توش منتهی اینجا شده منتهی به باغ، همه اینا میشن یک زنجیر که انقدر استحکام پیدا کرده که میتونه تو رو برسونه به مدال المپیک. منظورم اینه که تک تک این قدم‌های کوچیکی که تو اسمشو گذاشتی، یا من میگم قلابای اون زنجیری که ما داریم، با تمرین، با رعایت کردن نظم، با چیزایی که توی ورزش حالا بخوایم مثلا مثال بزنیم، با مثلا تغذیه مناسب، استراحت مناسب، ریکاوری خوب، مربی خوب، تمرین به موقع، همه اینا ما میایم این زنجیر رو به هم میبافیم و ممکنه یه جاهایی منتهی بشه به باخ، اما نه، این زنجیره هنوز ادامه داره تا به اون هدف والایی برسه. تو کاملا صحه گذاشتی به این حرفی که من همیشه شاید از روی تجربه میزدم به بچه‌ها، ولی میگی نه، این یه پایه اساس علمی داره. یعنی ما این قدم‌های کوچیکی که هر روز برمی‌داریم، یا بخوایم استناد کنیم به کتاب اثر مرکب که من واقعا خوندمش و خیلی هم بهش اعتقاد دارم، میگه حتی این قدم‌های کوچیک، این روزای کوچیکی که تو داری به سمت هدفت میری، قطعا اینا به تو کمک میکنه که به اون هدف برسی. من اعتقادم اینه، اگه تو یه شبه به یه جایی برسی، یه شبه هم میای پایین ازش. یعنی اگه ورزشکارای ما، قهرمانای ما موندگار میشه، اسمشون موندگار میشه، به خاطر اینکه سالیان سال زحمت کشیدن تا به اون اسم برسن، به اون جایگاه برسن. و از اون طرف هم سالیان سال این اسم سر زبون‌ها هست. آقا تختی هیچ کی فراموش نمیکنه، چون سالیان سال زحمت کشیده و خیلی از قهرمانای به نام الانمون رو. یه در مورد تحقیق علمی صحبت بکنیم. یه پروفسوری داریم توی هاروارد بیزنس اسکول به اسم تریسا امابیله. این اومده 669 تا مدیر و کارفرما رو اومده ازشون یه پرسشی رو باشون مطرح کرده. یه لیستی بوده از محرک‌های مختلف برای اینکه ازش پرسیده که از این آدما پرسیده که چطوری شما تشخیص میدین که پرسنلتون دارن خوب کار میکنن یا نه، و اگر بخواین که یه کاری کنین که اینا پروداکتیویتیشون بره بالاتر، با کدوم یکی از اینا رو تشویقشون کنین. 95%شون به موضوعی اشاره میکنن مثل پروموشن، موقعیت شغلی، مرخصی دادن، همین پاداش دادن. و اینا میان پروداکتیویتی این آدم ها رو برای طولانی مدت بررسی میکنن، به یه نتیجه بسیار جذاب میرسن. اون هم اینه که من نتیجهش رو میگم، حالا بعدا در موردش میتونیم بیشتر صحبت بکنیم، که نقش این که آدم ها حس بکنن دارن پیشرفت میکنن، 5% از این مدیر ها فقط به اون اشاره کردن ها، ولی بالاترین نتیجه رو زمانی گرفتن که آدما، این مدیرای بالا سر، تونستن به کارمنداشون، به کسایی که باهاشون کار میکنن، این حس رو القا بکنن که اینا آدمای مفیدی هستن و دارن رو به جلو میرن. تو صدم ثانیه به صدم ثانیه اینا تو زندگی دیدی که چطوری این چطوری اومده تو رو تحریک کرده. چون وقتی تو پیشرفت رو تو زندگی میبینی، هم به هدفت نزدیک‌تر میشی، همین بزرگترین انگیزه است برای اینکه بتونی خودت رو ببری رو به جلو و به هدف خودت بیشتر برسونی. توی تخصص تو این صدم ثانیه ها قابل دیدنه. حالا صحبت از اینه که ملموسه. تو اینا رو دیدی و هم رفتی به اون هدفت که می‌خواستی برسی، به 10 ثانیه حتی ارتقاش بدی به زیر ثانیه، تو اینا رو داشتی می‌دیدی. موضوع اینه که بقیه هم باید یه راهی پیدا کنن که اینو ببینن. چون وقتی که تو موفقیت رو تجربه می‌کنی در ادامه همین تحقیقه، تو وقتی موفق میشی انگیزه میگیری، اشتیاق پیدا میکنی، و وقتی این اتفاق میفته دوباره توی یه چرخه‌ای که میری بیشتر براش تلاش میکنی، حالت خوبه، تلاشت بیشتر میشه، تمرکزت بیشتر میشه، دوباره واسات موفقیت میاره. این موفقیت دوباره توی این چرخه میفته، دوباره واسات میاد، انگیزه به وجود میاره، این انگیزه تلاش زیاد به وجود میاره، دوباره این موفقیت تو میبینی. خب یه در مورد این یکم بیشتر صحبت کنیم، ببینیم چیکار کردی. چقدر بحثای جالبی، چون من اصلا مدیریت دارم میکنم، عاشق بحثای مدیریتی ام. از این طرف هم داریم یه کوچولو ربطش هم میدیم به ورزش که میشه اسپورت منیجمنتی که من تخصصی دارم میکنمش. آره ببین امیر حسین، ما توی ورزش، من مربی نیست، یعنی مربیگری رو هنوز استارت ندادم. مربی میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا هدف تو چیه؟ من میگم هدفم زیر 10 ثانیه دویدنه. ما نمیایم هر روز 100 متر بدویم ببینیم کی میاد زیر 10 ثانیه. یعنی اصلا یه کار کاملا اشتباهیه دیگه. میاد برنامه‌ریزی میکنه، میگه مثلا تا مسابقه هدفمون چقدر زمان داریم؟ 1 سال. اینو ماها رو تقسیم بندی میکنه، میگه خب ما مثلا از
به اصطلاح ما بهش میگیم بک‌گراند سیزن یا فصل تمرینات عمومی، شروع میکنه ظرفیت حوازیمون رو میبره بالا، قسمت قسمت میکنه هم سیستمای انرژیمونو و هم نقاط ضعفمونو. بعد این میاد روی هر ماه با توجه به حالا اون تخصص و در واقع علمی که داره و تجربه‌ای که داره، روی هر ماه روی یک قسمت از این کار میکنه. یعنی ما اون هدف بزرگه که خیلی گنده است و همه دنبالشن زیر دستانی دویدن رو خورد میکنیم به قسمت‌های کوچیک کوچیک. بعد هر ماه یا هر به اصطلاح توی یک دوره از این تمرینی، یک سیزن از این تمرین‌ها، روی یک قسمت یا یک درصدی از این قسمت‌ها کار می‌کنیم و این باعث میشه که وقتی این پازل رو کنار هم می‌چینه یه عدد خیلی خوب و خوشگل مثلا 990 در میاد. اگه نه مثلا شاید همه فکر کنن حسن تفتی وقتی میاد تمرین هر روز میدوه، انقدر میدوه تا خسته شه. نه واقعا اینطوری نیست، ما خیلی کارهای مختلف و تکنیکی و تخصصی انجام میدیم. برای همین هم هست که من دنبال اینم که با مربیای حرفه‌ای در سطح یک دنیا تمرین کنم. اگه نه که قالب مردم فکر کنن دویدن همین دویدن توی جو کفش داشته باشی و بری بدوی، نه واقعا اینطوری نیست. ما میایم خرد میکنیم اینو به قسمت‌های کوچیک و این قسمت‌های کوچیک رو هی تقویت میکنیم، هی تقویت میکنیم تا برسیم در واقع به یک لولی بالاتر یا به اصطلاح لول آپ بشیم و بعدش اینا برایند همه این لول آپ شدن ها میاد مثلا میرسه به یه رکورد ارزشمند. حالا ما میخوام مثلا توی هر زمینه بینندگانی که دارن این ویدیو رو میبینن بیان برای خودشون مثال بزنن. مثلا یکی میخواد امتحان کنکور بده، نمیاد همه یه کتابا رو که یه شبه بخونه یا مثلا یه هفته قبل امتحان بخونه، میاد تقسیم بندی میکنه هر مثلا درسی رو، برنامه ریزی میکنه یا هر کاری که تو فکر کنی. ما میتونیم با خرد کردنش و تقسیم کردنش به قسمت‌های کوچیک و انجام دادن اونها به نحو احسن، یعنی من تمرینی رو که مثلا توی باشگاه بدنسازی انجام میدم باید مطمئن باشم که اینو به نحو احسن انجام بدم، چون این توی پیست دو میدانی به درد من میخوره و این همین قدم کوچیک است که امروز باید به بهترین شکل انجامش بدم، توش برنده شم، از رکورد شخصی خودم بهتر بذارم تا اونجا مثلا رکورد 100 متر هم بیاد پایین. من فکر میکنم یه همچین چیزی توی ذهن حسن تفتیان بوده که تونسته به قول تو با همه اون سختی ها، با همه شاید اون شکست ها، با همه اون روزهای تمرینی که هیچ کس تو رو ندیده دیگه، من خیلی روزهای سرد یخی بوده، برفی بوده توی همین پیست، توی آلودگی هوا تمرین کردم توی تهران، نه دوربینی بوده، نه تماشاچی بوده، نه کسی بوده که هورا برات بکشه، نه کسی بوده حقوقی به من بده که آقا تو امروز بیا سر تمرین، خودم بودم و خودم و به خاطر اون هدفی که توی ذهن خودم بوده پا شدم اومدم تمرینمو کردم، به بهترین شکلم کردم، حداقل اینو از خودم مطمئنم. این افرادی که نقش کاتالیزور رو دارن و اون رو کمک میکنن، در برابرش یه سری آدم هستن همیشه تو زندگی هممون که دست اندازن، یعنی کمکی نمی‌کنن، هیچی برامون دردسر هم درست می‌کنن و در قبال همون پیشرفت‌ها روزایی هم هست که اسم می‌کنیم که می‌ریم عقب دیگه. برآیند اینا این حس درونیه رو به ما میده. خب حالا یه دونه دونه اینا رو با هم تو زندگی تو بررسی کنیم. اول اون حس رو به جلو رفتن یا روزایی که فکر می‌کنی داری یکم عقب می‌ری، اون آدمایی که اومدن برات کمک کردن که کاتالیزور باشن تو رو ببرن جلو، یا اونایی که اومدن برات مانع درست کردن. بعضی وقتا هم ناخواسته است ولی این اتفاق میفته و اونایی که برات مشوق بودن، برات دست زدن، این حس خوب درونی رو به تو دادن که تو بیشتر پیشرفت بکنی، تو اون چرخه قرار بگیری، یا آدمای سمی که کنار هممون باز دیده میشن. اینا رو تو زندگی چطوری دیدی؟ این تریگرها، اینا اسمشون، اینا تریگرایی ان که اینر ورک لایک تریگر اسمشو گذاشتن تو این تحقیق، که اینا چیزایی که آدم‌ها رو تحریک میکنن که این حس درونی موفقیت تو به وجود بیاد. ببین قطعاً همینطوره، یعنی توی مسیر، حتی ما توی جاده که داریم حرکت میکنیم هیچ وقت جادهمون صاف نیست دیگه، یه وقتایی پیچ و خم داره، یه وقتایی بالا سربالایی داره، یه وقتایی سرازیری داره، یه وقتایی جاده کوهستانی هوا سرده یخبندونه، یه وقتایی کویری آب نیست. میخوام بگم زندگی هم همینه. من خدا رو شکر میکنم که با مربیای بزرگی کار کردم که خب خیلی تجربه های زیادی دارن. شاید توی صحبتام دارم از حرفای اونا استفاده میکنم همین واسه. اونا هم دقیقا همین حرفا رو میزنن، میگن که توی مسیری که تو داری حرکت میکنی مثلا به سمت مدال المپیک، قطعا همه روزا خوش نیست، یه وقتایی هست حتی آدمایی میان جلوی تو که به قول تو
سد راهت چند و نخوان بذارن که تو به هدفت برسی. یه وقتایی یه روزایی هست که تو اصلا حال نداری پاشی بیای تمرین، یه وقتایی یه آسیبای غیر منتظره‌ای می‌بینی که اصلا فکرشو نمی‌کنی آخه قبل مسابقه چرا من باید آسیب ببینم، من یه سال تمرین کردم بیام برسم به این مسابقه. و همه و همه این اما و اگرها، راست میگی، همه اینا بخشی از این کار است. من توی بعضی از صحبت‌ها مثلا گفتم که به هر حال ورزش سایدهای مختلفی داره، برد داره، باخت داره، آسیب داره، نمیدونم از اون طرف روزای خوش شانسی هم داره، یعنی یه روزایی که حریفای تو خوب نیستن و تو میای قهرمان میشی و میبری، یه روزایی بخت باهات یار هست، یه روزایی بد شانسی میاری. ولی این تو زندگی همه هست. یعنی بذار یه مثال دیگه بزنم، خیلی دوست ندارم راجع به خودم بگم، چون حالا مثلا من اگه بخوام همه چی رو راجع به خودم بگم، بگم نه من این سختی‌ها رو تحمل می‌کنم فلان، خیلی شاید جنبه خوبی نداشته باشه. ولی اون چیزایی که خودم خوندم و به خودم انرژی میده شاید دبل برای اون شنونده مثمر ثمر باشه. من کتابی داشتم می‌خوندم، قهرمان ماراتن دنیا، امیرحسین. ماراتن میدونی دیگه، هر کاری که خیلی سخته میگم مثلا این کار ماراتنه دیگه، چقدر سخته، یعنی چون 42 کیلومتر نان استاپ یارو با این سرعت زیادی باید بده. قهرمان ماراتن دنیا ازش سوال کردن آقا تا حالا شده فکر کنی تو حین مسابقه که دیگه بسه، مثلا به اصطلاح ما دونده ها پارک کنی یا بزنی بیرون از مسابقه؟ میگه لحظه به لحظه ای که من دارم مسابقه رو میدوام، میگه من این چلنج رو با خودم دارم که چرا باید ادامه بدم. چون میدونی ماراتن خیلی سخته و از یه جایی به بعد فقط روانیه، یعنی چون دیگه بدن اصلا به یه سمتی میره که تو ناتوان کاملی و مخ دستور نمیده، یعنی مغزت دستور نمیده که تو ادامه بدی و این جنگ واقعا بین بدن و ذهنه. میگه لحظه به لحظه این مسابقه ماراتن من دارم این مبارزه رو با ذهنم میکنم که نه تو میتونی، تو میتونی، تو میتونی. و این شاید برای خیلی هایی که اول کارن یا برای خیلی هایی که شاید مثلا یه شکستی خوردن توی زندگیشون جالب باشه که اونی هم که برنده شده داره به باخته فکر میکنه ها، اونی هم که یوسین بولت هم توی مستند زندگیش که همه رو برده، همه مدالا رو درو کرده، میگه من بعضی وقتا واقعا میترسیدم که آیا من هنوز سریع ترین مرد دنیا هستم یا نه. منظور این که ولی اونی موفق تره که بیشتر مبارزه کنه با روزای سخت، با آدمای بد، به قول تو با کسایی که سد راهت میخوان بشن و این انرژی مثبت، این محرکای درونی بیشتره، اونایی که تشویقت میکنن، اونایی که تشویقت میکنن و بیشتر دور خودش میچینه، آدمای بد رو از خودش دور میکنه. واقعا همینه، یعنی زندگی هممون و همه بزرگای دنیا هم پر از همین آدما، همین آدمای خوب و بد، روزای خوب و بد هست. اونا سعی میکنن روزای بدشون برآینده اینا رو اتفاقای روز حس دقیقا. این یه حس درونیه دیگه، آخر شب برآینده اینا حس و حالتو مشخص میکنه. ببین ما خیلی تاکید کردیم که این پیشرفته خیلی تاثیر اصلا هم قرار نیست اتفاق شگفت انگیزی باشه. وقتی تو این حس پیشرفت رو داری، این هم از نظر روانی تو رو تحریم کنه بری جلو، هم واقعا داری به هدفت نزدیک میشی، وقتی پیشرفت کنی به هدفت نزدیکتر میشی. ولی یه موضوع دیگه هم هست، این موفقیته وقتی به خصوص وقتی که تو هدفتو بزرگ میذاری، خیلی دوره خب و خیلی پاش وایسی. واقعا الان اصلا میخوایم بریم یکم بریم سمت و سومون رو ببریم اینکه سمت اینکه چطوری تو این ترک بمونی آقای ماراتن، تا کی پارک نکنی به قول تو، چی کار بکنیم که این مسیر طولانی رو تو به تا رسیدن به هدفمون توش بمونیم و کم نیاریم. آخه تو حرف آسونه ها، خیلی آسونه. آخه هی میان میگن کم نیار، این کار سخته، همه هم باید بدونیم که این یه مسیر خیلی سختیه که داریم توش قرار میگیریم و آمادگی شده داشته باشیم دیگه. دوباره یه موضوعی هست، من دوستان به کتاب یه دونه نویسنده بزرگی اشاره کنم که سلبریتی حوزه فیتنس، کتاباش پرفروشن کتاب هست، اسمش شیلین جانسنه. خب این یه کتابی داره، توی کتابش مانده 4 مورد رو بررسی کرده، 4 مورد رو بهش اشاره کرده که تو رو توی این مسیره نگه میداره. یکی این که درست این توقع تو درست
طراحی کرده باشی و مسیری که روش داری میری و سرمایه گذاری تو میکنی که بری تو این مسیر قرار بگیر رو آگاهانه انتخاب کرده باشی. یه موضوع دیگه هم اشاره کرده بهش که تو باید آدم قابل اتکا و مسئولیت پذیری باشی واسه اینکه تو این مسیر بری. و چهارمین چیزی که بهش اشاره کرده اینه که بدون که هیچ چیزی کامل نیست. حالا بیا اینا رو دونه دونه ببینیم تو زندگی خودتو ببینیم چطوری بوده. ما روز بعد داریم، یه روزایی نمیدونی اصلا برای چی داری این کارا رو می‌کنی. مثلا چرا دارم این کارو می‌کنم؟ برای چی دارم این کارو می‌کنم؟ این توقع رو چطوری تو خودت مدیریت می‌کنی؟ همین روزم ببین، همینطور که گفتی واقعا آسون نیست. یعنی اگه آسون بود که خب همه می‌شدن بهترین، موفق‌ترین، پولدارترین آدم دنیا، قهرمان المپیک. اونی که دوام آورده شده دیگه، واقعیتش اینه. من خودم شاید اگه نشدم قهرمان المپیک، شاید خیلی جاها دوام نیاوردم. میدونی چی میخوام بگم؟ بذار یه نقل قولی کنم از مربی جدیدم که جامائیکاییه و مربی یوسین بولت بوده. خیلی برام جالبه که این حرفو زد. میگه مهمترین چیز توی هر موفقیتی فداکاریه. میگه آدمایی که فداکار نیستن هیچ وقت موفق نمیشن. میگه تو اگه فداکاری نکنی عمرتو، فداکاری نکنی پولتو، فداکاری نکنی خوشگذرونی تو، فداکاری نکنی کنار خانواده بودن تو، فداکاری نکنی با دوستات مثلا همش بری بیرون، اگه اینا رو فداکاری نکنی چجوری میخوای قهرمان بشی؟ بذار یه دونه اشاره بکنم به دکتر کیهانی، ازش یاد بکنیم، چون یه اپیزودی که با دکتر کیهانی بزرگ ضبط کردیم بحث اینه که تو اگر اصلا هیچ تعادلی تو زندگی، این تعادل ایدئال تو زندگی حرفه‌ای و شخصی اصلا وجود نداره. تو برای اینکه این آدمی که الان با افتخار در موردش صحبت می‌کنیم هر کدومتون بشی، واقعا یه سری از چیزها رو تو زندگی از دست می‌دی و باید فدا کنی. آره همینطوره. زندگی‌های شاید شخصی نرمالی خیلی از قهرمان‌ها و انسان‌های بزرگ دنیا ندارن. یه بعدایی از شخصیتشون خیلی کوچولو شده بخاطر اینکه اصلا نرسیدن به اون بعد توجه کنن، و از این طرف این بعد انقدر بزرگ شده که خب همه دنیا از این بعد می‌شناسنش. خیلی برای من جالب بود که میگفت فداکاری مهمترین رکن ورزش قهرمانی. ببین ما مثالای زیادی داریم توی این در و دیوار این استادیوم‌ها، دیدی که مثلا میگن آقا 1% استعداد، 99% تلاش و پشتکار. من راستش رو بخوام خیلی موافقم. یعنی 1% خیلی مهمه، شاید مثلا بیشتر، حالا بگیم 10%. اینه که تو این راه رو درست انتخاب کنی. مثلا من نرم ماراتون بدوم. در مورد همین انتخاب آگاهانه میگیم دیگه. تو آگاهانه احسن. انتخاب کردی میخوای چیکار بکنی؟ احسن. یعنی آگاهانه و کاملا درست، یا بگیم تخصصی دیگه. یعنی مثلا اون استعداده رو تو واقعا باید داشته باشی دیگه. مثلا من چه میدونم، اگه صدام خوب نیست نمیتونم هیچ وقت خواننده یا در سطح بینون مللی مثلا یه خواننده خیلی خوب بشم. یا مثلا توی خود مثال ورزشی خودم، من نمیتونم هیچ وقت دونده ماراتون در سطح بینون مللی بشم، چون تارای من تند انقباضه هستن. برای همین این آگاهانه درست کردن، حالا من میگم 1% تا 10% واقعا این استعداد مهمه. چون بحث انتظار است. شاید اگر میخواستی مثلا یه دونده ماراتون خوب باشی میشدی، قطعا میشدی، ولی چون تو انتظارت یه اتفاق بزرگ و جهانیه، بر اساس اون باید بری انتخابتو انجام بدی، آگاهانه بری انتخاب کنی. اومدی تو خواستی در سطح بین‌المللی و جهانی بری فعالیت داشته باشی که شدی الان سریع‌ترین مرد ایران، آگاهانه رفتی انتخابش کردی دیگه، انتظارت هم برای اون گذاشته بودی. دقیقاً. اصلا یه چیز دیگه مورد سوم این مسئولیت پذیر بودن و پاکار وایسادن هست دیگه. اول ساعت گفتی من خیلی تو آلودگی اینجا دویدم، توی سرما اینجا دویدم، موقعی که هیچ کس کاری نمی‌کرده من داشتم اینجا تمرین می‌کردم، تو پای کار خودت مسئولانه وایساده بودی. آره اون پشتکاره میگم بخش اعظمی از کارو، یعنی اگه بخوام تقسیم بندی کنم شاید بگم کمتر از 10% رو به اون انتخاب آگاهانه یا استعداده من میگم اختصاص میدم، ولی بیشتر از 90% رو به این پشتکاره که به قول تو پای کار بمونی. همه میدونن سخته، یعنی کار واقعا کار سختیه. هیچ کس چیز خوب و خوشگل و باحال و لوکس آسون که به دست نمیاد، یا گنجم میگن نابرده رنج گنج میسر نمیشود. از قدیم بوده، از توی فرهنگمون بوده، توی دینمون بوده، توی همه توی علم بوده، مثلا اینا رو مثالای مختلفش هست.
ولی اونی که بیشترین پشتکار رو داشته، بیشترین تلاش رو کرده و بیشترین فداکاری رو کرده توی این راه، قطعا اون میشه بهترین اون حوزه. آخر مورد، هیچ چیزی بی‌نقص نیست. مصدوم میشی، روزای بد داری، حریفت یهو خیلی خوبه، قبل از مسابقه دل درد میگیری، اصلا اشتباه میکنی، کلی تمرین میکنی ولی باز اشتباه میکنی. اینم صحبت کن چون خیلی موضوع مهمه. آخرین چیزی که در موردش میخوایم بحث کنیم، شاید خیلی شنیده باشیم از مربی ها و ورزشکار های سطحی که دنیا، که ما رو به اشتباهات خودمون باختیم. من 17 سال دو میدانی کار میکنم، رشته تخصصی 100 متر هم هست. یعنی 100 متر رو میخوام بدم تو کمترین زمان ممکن. توی این 100 متر من از زمان بچگی حدودا بین 50 تا 52 تا گام برمی داشتم، الان رسیدمش به چند تا، مثلا به 43 تا 4 تا گام. یعنی عملا من کل زندگیم خلاصه میشه رو 40 تا 43 تا گام برداشتم. آیا 17 سال تو روی این گاما کار کنی کمه؟ زمان کمیه، خیلی زمان زیاد روی تک تک این تکنیکش، ولی بازم اشتباه میکنم. یعنی بازم توی هر مسابقه میگم اشتباه تکنیکی داشتم روی استارتم، اشتباه تکنیکی داشتم فلان جای مسیرم، کاش اینجا اینجوری نمیکردم، کاش اونجا اونجوری نمیکردم. یا توی خیلی رشته‌ها مثل فوتبال، رشته‌های تیمی که شاید بیشتر باشه، به قول تو هیچ کس کامل نیست و اگه کامل بود دیگه جذاب نبود اصلا. اگه من میدونستم قراره برم توی این مسابقه 9.90 بدم، رقیبم هم 9.91 بده و من قهرمان بشم و اون دوم بشه و اون سوم، خب دیگه پس چه جذابیتی بود دیگه؟ اصلا اینقدر تلاش کرد، اصلا زندگی دیگه معنایی پیدا نمی‌کرد واقعا. حتی ما بگیم توی حوزه‌های مختلف، اون پزشکه، چه می‌دونم اون هنرمنده 10 تا سکانس رو می‌گیره تا مثلا یکیش خوب در میاد. و من کاملا تایید میکنم که جدا از اون عوامل بیرونی که به قول تو آسیب میبینه آدم، دل درد میشه، ذهنی به هم میریزه، استرس میگیره و اینها، تو ممکنه یهو اشتباه هم بکنی، چون کامل نیستیم، ما انسانیم، انسان جای از خطا است. و این رو هم کاملا تایید میکنم و دمت گرم که اینقدر صحبت‌های خوبی رو با هم داشتیم. من که کیف کردم. آره، داشتم به همین فکر میکردم. چقدر باحال بود. چقدر باحال بود. میدونی برای من که خیلی لذت بخش بودش. ما نشستیم صحبت کنیم در مورد اینکه توی این مسیر طولانی برای رسیدن به موفقیت آدم بدونن که ارزشش به این قدم کوچیک کوچیکه. باهاش کیف بکنن، لذت ببرن ازش و پیشرفتشون رو مشاهده بکنن. این پیشرفته رو حواسشون بهش باشه و این پیشرفته رو سعی کنن شرایطش رو مهیا بکنن با چیزی که تحریکش میکنه، مثل اون آدم ها که کمکش رو میکنن، تشویقش رو میکنن، این مسیره رو جدا رفتن و تو طولانی مدت توی هر کاری که باشن، اون چیزی که براشون میمونه، اون چیزی که باعث میشه که تو اون فضا بمونه، اینه که فکر کنن که توی مسیری هستن، توی جایی هستن که رو به رشد و اثر بخشه. اصلا اینقدر این موضوع مهمه که مؤسسه گلپ تحقیق داره میگه این موضوع اینقدر مهمه که 300 بیلیون دلار به شرکت‌ها تو اقتصاد امریکا داره ضربه میزنه. خیلی عدد بزرگیه. اون شرکت‌هایی که آدمایشون رو از دست میدن به خاطر اینکه اون فضای رو به رشد ندارن، یعنی پرسنل ارزنده‌شون میرن، ممکنه این حس رو نتونن تجربه بکنن که دارن مؤثرن و دارن رشد میکنن. اینقدر این موضوع مهمه. و اینکه ما هم در مورد این صحبت کردیم که این مسیر طولانیه، به حرف میگن که بمون، تلاش کن، تمرکز داشته، سخته، بالا پایین داره، باید خودتو نگه داری و برای نگه داشتن باید بتونی آگاهانه تصمیم بگیری، باید بتونی مدیریت بکنی اون انتظارات تو، بدونی که هیچی کامل نیست و باید متعهد باشی. قطعا همینطوره. مرسی از تو. من میخوام بگم یکی از اون کسایی که حالا مثبتایی، آدم مثبتایی که تشویقم کرده، همین امیر حسین خان فرزانه است. نه جدی، ما وقتی با داشتیم قهرمان بودی، قهرمان. آره، من نزدیک خیلی ساله که حالا همدیگه رو میشناسیم و با هم رفیقیم، ولی همیشه این انرژی مثبت رو گرفتم ازش و حال کردیم و همین که از دور وایساده برای ما دست داده، خیلی خیلی منو موتیویت کرده و انرژی دادی به مدام. تام گرم، خیلی کیف کردم. امیدوارم بقیه که اینو نگاه میکنن
همینطوره، قطعا همینطوره. امیدوارم کسایی که باشه، یعنی حس بشه میبینن این ویدیو رو، آره براشون مفید باشه. و ببخشید من خیلی صحبت کردم، قرار بود تو صحبت بکنی، تو قشنگ تو اینا رو زندگی کردی. مرسی که این تجربیات ارزنده تو برام باها گفت. در مورد برندت هم به تبریک میگم، خیلی خوشگله. آره فوق العاده است. میخوای کوچولو در مورد برندت بگی؟ چون اسپانسر این قسمت و این اپیزودمون تویی. قربونت برم. شرکته. آره. خب این که لوگوی پرسونال برند خودم حسن تفتیانه که داریم حالا توی اوضاعی مختلف هنوز در واقع ران نشده. زعفرونه رو میبینم. و این زعفرونه ای که آره زحمت طراحی هم که میدونی علیرضا بی‌طرفانه عزیز کشیده که چقدر فوق‌العاده است. کیف میکنم توی همه مسابقاتم هم از قهرمانی جهان گرفته تا قهرمانی کشور این لوگوی روی سینه منه. فوق‌العاده است. آره. قربونت دارم. انشالله انشالله. سلامت باشی. ممنونم. تو سازمان ما آدما بعضی اوقات با هزینه‌های زیادی اشتباه می‌کنن. بسیار زیاد که شاید توی سازمان دیگه نمی‌دونم حتما اولین کاری که می‌کنن اخراجه. خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید. منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم. بریم برای برنامه بعدی با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه.